بعد بر خودشون داستان سازی میکنن چون یادشون رفته که اون کاری که قبلا کردن چی بوده که حالا دارن انعکاسشو میبینن. مثل یه خانمی پیامی فرستاده بودن که یکی اذیتشون کرده، آزارشون داده، خیلی ناراحتن، نمیتونن این شخص رو ببخشن و الان حالشون بده و در عذابن. که جوابی که بهشون دادم این بود که باید دیدگاهتون رو تغییر بدید. همون دیدگاهی که این شخص به من ظلم کرده و من اینجا مظلوم واقع شدم و آزار دیدم، خب این دیدگاه رها کردن قضیه رو کمک نمیکنه. حالا دیدگاه صحیح ترش اینه که چرا این شخص، اول اینکه چرا من این شخص در زندگی من قرار گرفت، چرا من با این شخص روبرو شدم، چرا این شخص نمیتونست به من عشق بده، چرا این شخص این رفتار کرد. که ریشه، اگه ریشه یابی بکنید از روح بزرگتون بپرسید که ریشه این داستان رو به من بگو، روح بزرگتون به شما نشون میده که چرا این شخص در زندگی من پیدا شد، چرا این شخص با من ارتباط پیدا کرد و این اتفاق افتاد. و ریشه رو به شما نشون میده که همین رفتاری که اون با شما کرده، شما در یکی از عمرهای قبلت با اون کردی. یعنی دلیلی که اون شخص الان نمیتونه به تو عشق بده به خاطر اینه که روح درونش حافظه آزاری که بهش دادی رو داره، حضور ذهنش اینو به یاد نداره. هیچ کدومتون، یعنی نه اون نه شما، به یاد ندارید، حضور ذهنتون نیست، ولی روح درونش این حافظه رو داره که شما عمر قبل چه کارش کردی و حالا نمیتونه به تو عشق بده. برای اینکه مثلا میگه تو شاید شما تو عمر قبل شکنجه‌گر بودی، این آقا رو شکنجه دادی، پدرش رو دروردی، خب این نمیتونه الان به شما عشق بده چون حافظه اون داستان هنوز درش هست، شما رو نبخشیده به خاطر اون. و خیلی اوقات، این حتی تجربه خود من بوده، خیلی اوقات وقتی که در بخشیدن کسی مشکل دارید، این سوال بپرسید که شاید اون باید منو ببخشه. یعنی قضیه ظاهر مطلب اینه که خب اون اذیت کرده، شما اینجا تحت آزار قرار گرفتید، ولی این ظاهر مطلبه. سوال اصلی اینه که من اونو چیکارش کردم که اون الان نمیتونه به من عشق بده. چه بلایی سرش آوردم توی یکی از عمرهای قبل که این الان نمیتونه به من عشق بده؟ به جای اینکه خودتون رو اذیت و آزار بکنید و بشینید ماها راجبش فکر کنید و عشق بریزید که هیچ سودی نداره، سوال مهمتر رو بپرسید. من چه بلایی سر این شخص آوردم تو عمرهای قبل که این الان نمیتونه به من عشق بده؟ چون این مثلا توی یکی از مشاورهایی که به یه خانمی میدادم، ایشون مادرشون شدیداً مریض بودن و مادر از چند لحاظ فیزیکی، روحی، روانی اینا خیلی مشکلات زیادی داشت مادرشون و ایشون خیلی تحت آزار و فشار قرار می گرفت به خاطر یکی از دلایلش مشکلی بود که مادرش داشت، بیماری مادرش، یعنی ناراحت و نگران مادرش بود. از این که میدید اون داره زجر میکشه، این ناراحت بود و باعث زجر خودش شده بود چون مادرش رو تو این وضع میبینه. و بعد برادرشون هم مشکلاتی داشتن که یعنی این ها به هم ربط داشت، مشکلی که ایشون داره برادرش داره و شرایط مادرش همه رو تحت فشار گذاشته، همه ناراحتن و یک شرایطی هم بود که به این راحتی ها حل درمان نمیشه. یعنی حتی چون بعضی اوقات افراد وقتی که مشکلات روحی روانی زیاد دارن یا شرط فیزیکی دارن، دیگه اون تسلطی هم که بخوان به خودشون کمک کنن ندارن و چیزی که به این راحتی ها حل بشه شرط مادرشون نبود. تو ریشه یابی که کردیم مشخص شد که مادر ایشون تو یکی از عمرهای قبل همین خانم و برادرش اینا تو کارهای سیاسی فعال بودن و مثل این که افرادی که
مال دولت اون زمان بودن، حالا یادم نیست مال چه کشوری یا مال چه زمانی بود، مال زمان خیلی قدیم بود. اینا رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن و تو اون عمر این خانوما که الان خواهر برادرن، تو اون عمر فکر کنم همکار یا دوست بودن. انیمه وقتی اینا رو تو اون عمر زندان میکنن، این دو نفر رو که تو عمر قبل تو کارای فعالیت سیاسی بودن، در زندان کسی که اینها رو شکنجه میداده کسی بوده که الان مادرشه. یعنی اون حس زجری که الان داره میکشه یا فکر میکنه داره میکشه، برای اینه که بالواقع کمکش کنه مادرش رو ببخشه. اینا یعنی هماهنگی پیدا میکنه همزمان که مادرش داره. اصلا داستان تقاص و مجازات و این چیزا نیست، اصلا تو این خط نرید، اصلا این قضیه این نیست. چون خیلی ها به ظاهر میگن خب چرا اون که اینجور شده این بعد اینجور بشه، اینا سطح قضیه است. صرفا اینه که قانون کارما شما هر کاری بکنی به خودت برمیگرده بدون قضاوت. اگه میخوای چیز بد بهت بر نگرده، خب کار بد نکن که چیز بد بهت بر نگرده. اگه کار بد میکنی برای خودت داری آیندت رو میسازی. شما با کار امروزت آیندت رو داری میسازی، فردات رو داری میسازی. دیگه نمیتونی بگی مثلا یکی که میره دوزی میکنه بعد میفته زندان، خب میخواستی دوزی نکنی که زندان نری. نمیتونی بگی که حالا چرا منو گرفتید، که نتیجه اعمال خودته، خودت یه کاری کردی اینم نتیجه شه. کارما هم همینه، هیچ کسی به قضاوت ننشسته. اصلا هم هدف تقاص و مجازات و اینا نیست، فقط اینه که اون همون کاری که میکنی خودت تجربه میکنی بهت بر میگرده. حالا بعد فقط داستان عوض میشه. و این حس در همزمان که مادر ایشون داره کارما خودش رو طی میکنه، برای اینکه اینها بتونن مادرشون رو ببخشن و مادر هم اینا رو ببخشه، اون رول مادری پیدا کرده که به بچه هاش عشق بده، چون تو اون عمر بهشون عشق نداده، اذیتشون کرده. رول مادر رو پیدا میکنه که بتونه در عوض در این عمر جبران کنه و بهشون انرژی عشق رو بده. و همزمان که این مادر داره الان تو که تو شرایط خوبی نیست داره کارما خودش رو تعادل میده، کارماشو یعنی داره پس میده، تعادل میده. شرایط مادر طوری شده که قدرت بخشش این دختر و برادرش رو زیاد میکنه، چون یعنی تو اون شرایط که مادر قرار میگیره و اینها ناراحتن از زجری که مادر داره میکشه، این باعث میشه که قدرت بخشش پیدا بکنن. ولی اینها با برنامه‌ریزی خود شخص هست، چون ذهنیت برتر ما، هویت اصلی ما به این آگاهه که ما بعد این دردها رو رها کنیم. نمیتونید اینا رو نگه دارید. بعضیا این دردها رو در 20 عمر با خودشون نگه میدارن. در یک زمانی شما بعد این دردها رو رها کنید. و یه سری از این برنامه‌ریزی ها با این برنامه‌ریزی و بیشتر به خاطر که سطح آگاهی خیلی بالا نیست، اینه که من چطوری میتونم این برنامه‌ریزی بکنم و این هماهنگی بدم که همزمان که داره کارماشو تعادل میکنه، همزمان من شرایطی ایجاد کنم که بتونم قدرت بخشش پیدا کنم. این یک مثالش هست که با این شرایط باعث شده که این دختر و برادرش که مثلا شکنجه شدن با مادرش توی که از اونهای قبل، با این شرایط قدرت بخشش پیدا کنن. یعنی هدف یه چیز مثبته، با وجود که الان این احساس میکنه داره اذیت و آزار میبینه چون مادرش داره الان کارماشو تعادل میده، ولی هدف یه چیز مثبته. همیشه یه لایه مثبت درش هست اگه عمیق نگاه بکنید، که این قدرت بخشش پیدا کنه و این قضیه رو رها کنه که خودتو آزاد کنی. چون شما وقتی که تو همین عمر تجربه میکنید اینا بارها، مثل همین خانومی که قبلا پیام داده بود که یکی من اذیت کرده نمیتونم ببخشمش، خود این که نمیتونید ببخشید شما رو اذیت میکنه. که خود این شخص هم آگاه بود که میگفت من ناراحتم، در عذابم و نمیتونم اینو ببخشم. یعنی من این درد رو میخوام ول کنم، این درد رو، ولی نمیتونم. و
به خاطر وابستگی ذهنی و وابستگی احساسی که داره و با وجودی که میخواد ذهنن هم که این قضیه رو رها کنه، ولی اون وابستگی ذهنی و احساسی که خودش رو هم اون رو ظالم میبینه، خودش رو مظلوم، و این وابستگی و داستانسازی ها با وجودی که قسمتی از وجودش میخواد این درد رو رها کنه که خودش آزاد کنه، ولی نمیتونه، چون هر دفعه میاد رها کنه میگه اون چطور اینجور کرد، اون به من بدی کرد، اون به من ظلم کرد. یعنی اینا خودتون تجربه میکنید در این عمر که میخواید یکی رو ببخشید ولی قدرت بخشش رو در خودتون نمیبینید به هر دلیلی، که معمولا همون وابستگی احساسی ذهنی و دیدگاهه. وقتی که این تکرار میشه، چون ما بارها صحنه سازی میکنیم که با یکی به این دنیا بیام که همدیگر رو ببخشیم، ولی متاسفانه ما همیشه با وجود که انتخاب بخشش داریم، بخشش رو انتخاب نمیکنیم، تلافی کردن رو انتخاب میکنیم. مثلا در صحنه ای که مثلا اگه من با شما توی عمر قبلی بودم، بعد توی این عمر مثلا یکی میاد یه بدی به من میکنه، البته خب این آگاهی و حضور ذهن میخواد، یکی مثلا به فرض یه چیزی من تجربه کرده بودم که توی شرایط قرار گرفته بودم که با یکی برخورد پیدا میکردم، برخورد روزانه توی محیط کارم بود، که این شخص جواب سلام منو نمیداد. من چند بار مثلا میگفتم سلام، شخص معلم زد جواب سلام من نمیداد. خب منم یه مدت گفتم که خب منم سلامش نمی کنم. بعد از یه مدت دیدم نه، نمیشه اینطوری، چون این کدورت ایجاد میکنه، من عصبانی میشم، این هی انباشته میشه، هی به مرور مثلا چون هی تکرار میشه، هی هر دفعه مثلا این شخص من ببینم یاداوری میشه که این جواب سلام منو نداده، و دیدم این راهش نیست که من بخوام خب بگم منم سلام نمی کنم، یا بخوام این، چون این دیدگاه غروره که خب من به برخورد این جواب سلام منو نداد و چون این کار نکرد منم سلامش نمی کنم، اینا همش دیدگاه و تفکرات غروره، از دیدگاه غرور. و یکی از این بارها به فکر افتادم، چون می دیدم چند بار، بعد تصمیم گرفتم نه من سلامش می کنم، حالا اون میخواد جواب بده میخواد جواب نده، من سلام میدم. بعد از یه چند بار که سلامش کردم و این جواب نداد، چی این فکر بودم که این مثلا داره برای خودش کارما ایجاد میکنه، ولی بعد سوال بهتری که به ذهنم رسید اینه که نکنه من سلام بهش بدهکارم. یعنی اینکه چون همیشه به خودم یادآوری کردم که من انعکاس خودم رو دریافت میکنم، و نکنه من سلام به اون بدهکارم که اون حالا جواب سلام من نمیده. و ریشه یابی کردم، دیدم بله باش کارما دارم، و به کارمایی که باش داشتم درمان دادم. یعنی اینو بعد حضور ذهن داشته باشیم، یادمون باشه. خیلی راحته که آدم از دیدگاه غرور بگه او این اینجور کرد، اینجور کرد، پس منم اینجور میکنم. همیشه میتونیم انتخاب کنیم که ببخشیم. اینم یکی مثاله. من به جای اینکه بخوام از دیدگاه غرور عمل کنم و فقط ظاهر قضیه رو ببینم، انتخاب کردم که لایه اصلی رو ببینم، که نکنه من به این سلام بده کارم. مثلا یه جایی شاید اون توی یکی از عمرها اون هی به من سلام میکرده، من شاید نمیدونم رئیسش بودم، یکی بودم، جوابشو ندادم، جواب سلامشو ندادم. در هر لحظه ما انتخاب بخشش داریم. هر دفعه دیگه اگه یکی با شما دعوا میکنه یا میخواد به شما عشق نمیده، این سوال از خودتون بپرسید که من چه کارش کردم، چه بلایی سر این آوردم توی یکی از عمرهای قبلم که این حالا نمیتونه به من عشق بده. یعنی عمیق‌تر تفکر کنید. البته اینم اضافه کنم، این به این معنی نیست که اجازه بدید دیگران به شما ظلم کنن یا به شما بدی کنن. یعنی در بعضی شرایط شما میتونید از افرادی که شما را تحت آزار قرار میدن دوری کنید و همزمان به کارماتون هم درمان بدید، ولی فقط میخوام که تغییر دیدگاهی در خودتون ایجاد کنید.
این اصلا به این معنی نیست که اگه کسی شما رو اذیت و آزار کرد بذارید هر کاری میخواد بکنه، نه اینطور نیست. شما باید از حق خودتون دفاع کنید، به خودتون عشق بدید و خودتون رو در شرایطی هم نگذارید که کسی بخواد شما رو تحت آزار قرار بده. ولی این از دیدگاه که به جای اینکه خودتون رو اذیت و آزار بدید و سالها نگران باشید که چرا اون شخص با من اینجور کرد، مخصوصا تو روابط مثلا آدمایی که زن و شوهرن جدا میشن یا یه سری از این مدلها که افراد سالیان سال خودشون رو ناراحت میکنن، به خودشون افسردگی میدن به خاطر یه اتفاقی که افتاده، میخوام این تغییر دیدگاه رو در خودتون ایجاد کنید. به جای اینکه اون رو ظالم ببینید و خودتون رو مظلوم که اون منو تحت ظلم قرار داده، این تغییر دیدگاه در خودتون بدید که بپرسید از خودتون من اونو چی کارش کردم، من چه بلای سر اونو بردم که این داره اینجوری میکنه. این کاملا اگه این سوال از خودتون بپرسید، خودتون رو کاملا از این جو اینکه من تحت ظلم قرار گرفتم در میاره، به شما نیروی قدرت میده که پس این اتفاق یه دلیل افتاده که این نتونسته به من عشق بده. چون تا زمانی که اون رو ظالم و خودتون رو مظلوم میبینید، میگه آه من مثلا آدم خوبی هستم، همه از من سوء استفاده میکنن، من به همه محبت میکنم جواب محبتمو نمیدن، همه مثلا میخوان منو نمیدونم تحت فشار قرار بدن، ظلم کنن، از این قصه و داستانا که بر افراد میسازن و این ایجاد ضعف میکنه. این دیدگاه شما را تقویت نمیده، ضعیفت میکنه این دیدگاه. ولی اگه دیدگاهتون رو تغییر بدید و وقتی یکی بدی میکنه، به جای اینکه برید بشینید یه 10 ساعت ناراحتی بکنید یا گریه بکنید، بگید که خب من اینو چه کارش کردم که الان بر من به من نمیتونه عشق بده و من از روح بزرگم ریشه یابی بکنم و به این کارما درمان بدم که این قضیه حل بشه. حتی اگر میخواین از اون شخص دوری کنید، باز به کارما درمان بدید که این قضیه حل بشه که تکرار نشه. دیگه این حس قدرت به شما میده، از اون جو ظالم و مظلوم درتون میاره، چون هیچ ظالم و مظلومی وجود نداره بالواقع. اگر کسی به شما عشق نمیتونه بده، صرفا به خاطر اینه که شما یه بلایی یه چه سرش آوردید که اون نمیتونه به شما عشق بده و روح درون این حافظه رو داره. شما به حضور ذهنتون این حافظه رو ندارید، ولی روح بزرگ این حافظه رو داره. روح بزرگ حافظه رو داره، روح درون هم این حافظه رو داره. پس دیدگاهتون رو تغییر بدید. این تغییر دیدگاه قدرت و آزادی بهتون میده، قدرت خودتون رو پس میگیرید. یک کمی تو صحبت راجع به کودکان، یکی از بینندگان عزیز درخواست کرده بودن راجع به کودکان و نگهداری یا تربیت کودکان و اینجور چیزا صحبت کنیم. کجا شروع کنیم؟ از اول اول، از موقعی که قبل از حاملگی. حتی افراد قبل از اینکه به این بود بیان قرارداداشون رو می نویسن که مثلا میخوان چند تا بچه داشته باشن که بچه هاشون باشه. مادر پدر رو بچه ها انتخاب میکنن، البته با موافقت مادر پدر، ولی بچه انتخاب میکنه کی میخواد مادر پدرش باشه، یعنی روح اون بچه بالواقع. ولی خب اینا با هماهنگی هست. مثلا این مادر پدری که من الان انتخاب کردم، دلیل این بوده که هم من باشون کارما داشتم، هم برای هدف و برنامه ریزی که برای خودم داشتم در این عمر، این مادر پدر برای من مناسب و هماهنگی بودن، هماهنگی داشتن. ببخشید نسخه یه چیزی تو حواس. گلوی من یه حالت قلقلک میده. اوکی.
یه ذره آروم بگیری گلوم. ببخشید، حرف زدن زیاد در روز هم یه مسائلی در پی داره، در هر مشاوره یه ساعت حرف میزنم، تو برنامه یه ساعت حرف میزنم، تو کلاس دو ساعت، کلاس دو ساعته دو ساعت حرف میزنم. ببخشید. شما هم از این فرصت استفاده کنید، یه لیوان آبی بنوشید، گلو تر کنید. اوکی. پس مادر پدر رو بچه ها انتخاب میکنن و قرارداد قبل از اینکه شخص حامل بشه نوشته میشه یا برنامه ریزی میشه که کی بچه من باشه، مادر پدرم کی باشه. بعضی ها این باور رو دارن که مثلا اگر که جنین سقط بشه قبل از یک ماهگی موردی نداره، چون ارتباط با روح نداره. ولی من با این موافق نیستم، به خاطر که قرارداد قبل از اصلا حامل شدن مادر ایجاد میشه. یعنی قبل از حاملگی اون روح اون بچه میدونه مامان باباش قراره کی باشه، بود آگاهتره، اون شخص هم میدونه که قرار بچهش باشه. ذهن دنیوی شما یادش نیست، آگاه نیست که کی قرار بچه شما بشه، ولی بود آگاه تر شما که همون روح بزرگتونه دقیقا میدونه که قرار بچه شما بشه. پس بدین دلیل من فکر میکنم که و تجربم کردم از ریشه یابیایی که با بعضی کردم که این ارتباط وجود داره بین جنین و روح. یه مثال خیلی خوبش هم هست که با یکی از شاگردام که تو کلاس داشتیم ریشه یابی میکردیم برای موضوعی، ایشون ریشه متوجه شد که مسئله مال دورانی بوده که ایشون حالت جنین داشته و حالت مثلا یه دو ماهگی مادر بوده، که خب این کاملا آشکار میکنه. البته این اولین تجربه تو این زمینه نیست، اینا تو خیلی ریشه یابی های مختلفی من تجربه کردم که بعضی از گیرهای ذهنی و انرژی که بعضی از افراد دارن مال دورانیه که مادرشون سرشون حامله بوده، و ایشون کاملا حس میکرده چون روح آگاهه اون جنین یا اون نطفه مثل حالت کامل نداره، ولی روحی که ارتباط داره با اون جنین آگاهه و این ارتباط وجود داره بین پدر و مادر و روح اون بچه، و ارتباط بین روح و اون جنین وجود داره. چون بعضی خب فکر میکنن این هنوز شکل نگرفته شده، فکر میکنن فقط یه مثلا چیز فیزیکیه، ولی نه، این ارتباط با روح وجود داره. و ایشون توی ریشه یابی که کرده بودیم متوجه شدن که تو اون جب حتی یه نگرانی که برای روح اون جنین و خود اون جنین ایجاد شده بوده از حس ترس بوده، و ترس از اینکه مادرش داشته فکر میکرده راجع به انداختن بچه، یعنی تو از حامل بودنش ناراضی بوده، مادر پدر با هم بحث و دعوا داشتن و تو همون دوران یک ماه بودن یا دو ماه حامل بودن مادر تو فکر انداختن بچه بوده، و این روحی که ارتباط داری با این جنین، این ترس درش تأثیر میگذاره. یعنی یک سری از حالت و واکنشایی که مثلا یه سری از حالت های مثل حمله های عصبی تقریبا بهش دست میداد، یه چیز کوچیکی که ناراحتش میکرد خیلی به همریزی زیادی پیدا میکرد و
ریشه یابی کردیم که این از احساس عدم امنیت و از احساس خطر بود که عمیق‌تر که ریشه یابی کردیم دیدیم یکی از ریشه های اصلیش در همون دورانیه که مادر سرش حامله بوده و قصد سقط کردن داشته و این عدم امنیت و حس خطر که انگار میخواد جونش، البته خب اینطور نیست که جونش میخواد از دست بده چون روح از بین نمیره، ولی خب چون این ارتباط با این جنین وجود داشته این حس از دست رفتن در روحش ایجاد شده که نگران بوده که خب اگه مادر این بچه رو سقط کنه این فرصت به دنیا آمدن رو از دست میده، دیگه نمیتونه مثلا اون برنامه‌ریزیه که برای خودش کرده، سری که برای خودش گذاشته، این جسمی که قرار اختیار بکنه این رو میتونه از دست بده و اون حس خطر و عدم امنیتی که درش ایجاد شده بود با بابت این تجربهش بود مال این دوران. پس بعد آگاه باشیم که ذهنیت و احساس ما از همون دوران اول شروع حاملگی تأثیراتی رو بچه میگذاره، چون روح آگاهه حتی اگه جنین آگاه نیست کاملا. به مرور زمان که بچه بزرگ میشه، اون جنین بزرگ میشه و شکل میگیره، دست و پا میگیره، مغزش کامل میشه، قلبش کامل میشه و جسمش تکامل بیشتر پیدا میکنه، این ارتباط روح با این جسم بیشتر میشه و اثراتی هم که محیطش روش میذاره بیشتر میشه، که یه قسمتش این هست که مثلا بچه وقتی لگد میزنه اون روح داره امتحان میکنه جسمشو که یاد بگیره در جسم قرار بگیره، هر از گاهی میاد داخل جسم و میره که تو اون حالت شما تجربه میکنید تکون خوردن بچه و لگد زدن بچه رو، چون بعد به خودش این عادت رو بده یاد بگیره، چون روح درون از نور در جسم بودن براش چیز طبیعی نیست، هرچند که ما بعد از سالها فکر میکنیم این جسم فیزیکی هستیم و بعد بعضی حراس پیدا میکنن از دست دادن این جسم، ولی قضیه برعکسه، اینقدر ما چون موجود نوری هستیم موقعی که میخواد روح درون جسم اختیار کنه مدتی براش زمان میبره تا عادت بکنه در این جسم باشه، چون مثل اینه که باید زر خودشو جمع جور کنه و خودشو محدود کنه تا بتونه تو این جسم قرار بگیره و رفت آمدهای متعددی میکنه قبل از اینکه اون بچه کاملا به دنیا بیاد تا عادت کنه به این جسم و محیطش در این زمان که این ارتباط روح درون با جسمش بیشتر میشه، اثراتی که محیطی هم روش میذاره بیشتر میشه، مثل این احساس مادر پدر. یه چیزی که اثر رو بچه ها میذاره اینه که مادر پدر رو میگن مثلا ما پسر میخوایم یا دختر میخوایم. تو یکی از مشاورها که مریشه یابی میکردم، یه خانومی که مشکلات رحمی و زنونه داشت، یکی از ریشه های مشکلش این بود که ما ریشه یابی که کردیم در مشاوره این بود که مادر پدرش موقعی که این سرش حامله بودن پسر میخواستن، شدیدن هم پسر میخواستن چون بچه اولشون دختر بوده خیلی شدیدن پسر میخواستن و این احساس عدم پذیرش که خب این آگاه بوده که من یه دخترم و اینا دختر نمیخوان و این حس عدم پذیرش باعث شده بود که این زن بودن و دختر بودن خودش رو هم نپذیره و همه عمرش سعی کنه که مثل پسرا باشه، که مثلا میگفت حتی تو بچگی من آرزو میکردم که کاش که من پسر بودم، ولی آگاه نبوده که این خواسته به خاطر همون حافظه‌ای بوده که در دوران که مادرش حامل بوده درش ایجاد شده بوده، فکر میکرده دلش میخواد پسر باشه برای اینکه آزادی داشته باشه، ولی ریشه اون خواسته بالواقع این بوده که احساس عدم پذیرش میکرده چون مادر پدرش پسر میخواستن و این باعث شده که این خودش رو هم نپذیره و ناخودآگاه همه عمرش بخواد مثلا مثل
مرد باشه و زن بودن خودش رو ریجکت بکنه، که بعد چون مثلا یه سری مسائل رحم و اینجور چیزا که قسمت های زایمان زنونه انرژی زنونه درش هست و جزی از زن بودنه، به خاطر ریجکت کردن زن بودن خودش از این حافظه ناخودآگاه مشکلات رحمی اینجور چیزا پیدا کرده بود. پس خیلی خوبه که آگاه باشیم که چه رفتاری داریم. تفاوت تبعیض نذارید که اگه دختر اگه پسر یه چیز، من فکر میکنم بهترین خواسته که آدم میتونه داشته باشه برای فرزندی که قرار داشته باشه یا به دنیا بیاد اینه که، یا حتی کسی که میخواد حامله بشه که آرزو میکنه که مثلا من حامله بشم، بهترین دعا یا آرزو اینه که بچه ای داشته باشم که از لحاظ روحی و جسمی سالم باشه و به نور خدمت کنه. به نور خدمت بکنه یعنی آدمی درستکار باشه، آدمی خیرخواه باشه، آدمی باشه که خوبی دیگران رو میخواد. این فکر میکنم بهترین درخواسته که افراد میتونن بدن، افرادی که میخوان بچه دار بشن، به جای اینکه بگن که من دختر میخوام یا پسر میخوام چه فرق میکنه. بهتره به اضافه اینکه برنامه‌ریزی خودتون ممکنه یه چیز مشخص باشه. شما اگه برنامه‌ریزی کرده باشید که مثلا بچه‌تون پسر باشه، خب بچه‌تون پسر میشه. پس بهترین درخواست من فکر میکنم برای کسی که میخوان بچه دار بشن اینه که دعا کنن یا درخواست کنن از خالق که از لحاظ روحی و جسمی سالم باشه و به نور خدمت بکنه. و خب این مسلماً کسی که سالمه و به نورم خدمت میکنه، تأثیر مثبت در ارتباطی هم که شما با اون بچه دارید داره. بچه سالمتری از لحاظ ذهنی و روحی خواهد بود. خب وقت من در این لحظه داره به انتها میرسه. برای عزیزانی که برنامه دوشنبه رو دارن میبینن، حضور داشته باشید برای درمان همگانی. صحبت در مورد کودکان رو ادامه خواهم داد در برنامه بعدی. فرصت نشد الان همه مطالب رو عنوان کنم، ولی ادامه صحبت در برنامه بعدی خواهد بود در مورد کودکان. و مثل که راجبه کلاس هم یادآوری کردم که کلاس 23 آگوست جا نیست، ولی میتونید ثبت نام کنید برای کلاسی که آخر سپتامبر شروع میشه. میتونید به فیسبوک و یوتیوب من رجوع کنید که هر دو هست به اسم فرهناز جی. اینستاگرام من رو رجوع کنید که هست به اسم فرهناز داش جی داش دیدار تیوی. تلگرام شخصی من هست شماره موبایلم و آیدیش هست فرهناز جی 777، همه یک کلمه. ایمیل منم پایین صفحه نوشته شده، ولی بهترین روشه پیام دادن از همون تلگرام هست، چون من ایمیلامو معمولا هفته یه بار بیشتر فرصت نمی کنم چک کنم، و بهترین راه پیام دادن همون تلگرام هست.